سوال، یک سوال، گوته چه چیز شعر حافظ براش جذاب بود؟ آیا به زبان فارسی گوته تسلط داشت؟ چگونه شعر حافظ اونقدر رو جذبش کرده بود؟ من به نظر من بیشتر تحت تاثیر مفاهیمه. مفهوم. نظر از آتابی شاید تو. حالا در مورد فقط صرفا گوته نگم، ولی راجع به چیزهای دیگه از همیشه من سوالم همین بوده که حالا نه فقط گوته، مثلا تاگور یا فرض کنید خارجی، یا من میگم از خیام. شما وقتی که ببینید ترجمه فیتزجرالد رو میخونید میبینید که اولا این ترجمه نه ترجمه تحت لفظیست وربیتمه، نه ببینید انگلیسی که فیتزجرالد میدونه قطعا یا انگلیسی فخیمیست بدون شک، ولی وقتی شما میایید اون شعر خیام رو میذارید این طرف، ترجمه فیتزجرالد رو این طرف، و برای خودتون میخوان یک تناظر یک به یک برقرار کنید، حداقل که بگین این اینه این اینه، میبینید اصلا امکان نداره. مفهومی ترجمه میکنن اینا. بعضی وقتا دو تا سه تا رباعی رو گرفته یه چیز کلی ازش ترجمه کرده، اونا مفهوم رو ترجمه میکنن. جناب دکتر یه سری از این صناعات ادبی اصلا قابل ترجمه نیست. اصلا شما ببینید مثلا فرض کنید حافظ میگه بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. شما بیا محور تقارن رو بکشید، این طرف سر سر، دست دست، یعنی کاملا یک سیمتریکال پویتری، شعر کاملا متقارنه. شما چجوری اینو میخواید برگردونید که این تقارن رو حفظ کنید؟ اصلا محاله. ببینید نه فقط حالا این، خیلی چیزهای دیگه اصلا به اون ترتیب. حالا من با اجازه شما میخوام مثلا یه مقدار جلوتر برم. من میگم اصلا یه جاهایی اصلا اون به اصطلاح مفهومی که بهش میگیم ترجمه ناپذیری، ببین یه سری جاها اصلا ترجمه پذیر نیست یه سری چیزا. مثلا لغت رند الان ماها مثلا به عنوان حالا کسایی که به حال یه چند کلاس درس خوندن به ما بگن رند رو تعریف کن، چی میگیم؟ اصلا چه تعریفی از رند هست؟ ما فقط شنیده میگه تو پارسایی و رندی به هم کنی، سعدی میسرت نشود، مست باش یا مستور، یا راز درون پرده ز رندان مست پرس، درست؟ خب ما فقط میریم یه سری چیزا از این که این حال نیست زاهد عالی مقام را. ما اصلا وقتی که ما میشینیم راجع به تعریف رند فکر میکنیم و میبینیم اصلا این چیز ملموسی به دست نمیاریم، چیشو میخوایم ترجمه کنیم؟ که یه بار من به یک دوستی یه جا که ترجمه کرده بودم سوال کردم، گفتم شما رند رو چی فهمیدید که ترجمه کردید؟ بعضیا با بار منفی ترجمه کردن. گفتم از دید حافظ تا اونجایی که بذات مزجات من اجازه میده اینه که یک هرمی، اگر ما در نظر بگیم هرم تکامل بشری، اون رند اون رأسه، براش هم واژه‌ای نمیتونیم بذاریم به اون ترتیب که بیام بگیم که در دور کتاب بوک رند فلان. خب پس چیکار باید بکنیم؟ در این جور جاها پیشنهاد من ترانسلیتریشن نه ترانسلیشن، یعنی بیایم رند رو بذاریم R-E-N-D تو کوتیشن، اول براش تعریف بکنیم، چند صفحه رند رو بهش حالی بکنیم، بعد این بیاد بفهمه. قطعا فیتزجرالد یا فرض کنید گوته و اینا رند رو به اون شکل فهمیدند که اومدن درک برین، ولی چطور ممکنه شما بعد رند رو بزنید اسلای که گذاشتن؟ خب کجاش اسلای؟ اسلای منفیه، یعنی آب زیر کاه رند به اون معنی، در حالی که ما یک سمبل تکامله برامون. ما اینا رو مثل کامیکازی ژاپنی، خب ببینید کامیکازی از توی پرل هاربر و اینا وقتی که اومد جلو، الان کامیکازی اومده یک لغت شده تو فرهنگ لغات انگلیسی، باید جوری بشه که این لغات کلیدی بره اون تو، و کسی که میخواد فرهنگ غنی فارسی رو یاد بگیره باید با لغات اون واژگان کلیدیش آشنا بشه.